جناب آقای بتکلیا نماینده محترم آشوریان و کلدانی تشویرن برای ارائه نطقشون. بفرمایید جناب بتکلیا. جناب اجازه. فرمایید بفهم. به نام خداوند بخشنده جان و خرد، به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یوحنا 13:15. ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به کلیه همکاران عزیزم و کلیه ملت شریف ایران، صحبتم را در خصوص یک شخصی عنوان می کنم. دعوت گستاخانه چشیش آمریکایی برای آتش زدن قرآن در 11 سپتامبر. زهی تأسف که باورمون شده بود عصر جاهلیت و کتاب سوزان قرنها پیش پایان گرفته است و اکنون بشر در قرن 21 به فتح آسمان ها می اندیشد و در اندیشه تبادل فرهنگ ها و تمدن هاست. کتاب سوزان به دورانی تعلق دارد که جاهلیت و بربریت بیداد می کرد، پیش از عصر روشنایی و دگرگونی که مغولان و تیموریان به باور غلط خود گمان می کردند با به آتش کشاندن جلوه های فرهنگ مانده از دوران بیداری اندیشه بشر را به محاق می کشانند. بیداری بشر خط بر بطلان این خیال خام و جاهلی کشید. اکنون با دریغ و تأسفی دردانگیز از فاجعه‌ای میشنویم که در ینجه دنیا فردی در کسوت روحانیت قصد آن کرده تا در حادثه‌ای تأسف‌بار و تکان دهنده به باور خود قرآن سوزان به راه اندازد. تیری جونز با نام چشیش جماعتی در فلوریدای آمریکا بی هراس از خشم خداوند و پشت کرده به باورهای مسیح و مسیحیت فراخوانی کرده است که در سالگرد 11 سپتامبر و نابودی برج‌های دوقلو که به گمان او خواست اسلام و مسلمانان بوده است، قرآن کتاب آسمانی مسلمانان که مورد حرمت تمامی ادیان توحیدی است به آتش بچشاند. او نمی‌داند در همان کتاب آسمانی 11 بار نام مسیح، 34 بار نام حضرت مریم، 23 بار نام عیسی، 3 بار روح الله، 5 بار نصاری آمده است و انبوهی نام خداوند تعالی. او نمی داند که ارجی آسمانی که سوره مریم در قرآن مجید بر مریم عذرا نهاده و آیه هایی در ستایش عیسی مسیح در کمتر کتاب مقدسی شاهد آن بوده ایم. نمی داند که با سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان در حقیقت نام مقدسان مسیحیت را هم به آتش می کشد. ایشان و همه مسیحیان آمریکا و دیگران بدانند که در قرآن کتاب آسمانی مسلمانان که برای آنها مقدس است، به صراحت از همه ادیان الهی از جمله مسیحیان دعوت کرده که بیایید با هم در یک کلام واحد که بین ما و شما مشترک است و آن خداپرستی است با هم باشیم. او نمی‌داند بدین سان خشم و نفاق ادیان توحیدی را سبب می‌شود که کینه و عداوت را میان مسلمانان و مسیحیان را که یک جنگ صلیبی دیگری را به راه می‌اندازد. مسیحیان و مسلمانانی که قرنها در میهنمان ایران، همچنین در بسیاری از سرزمین‌های جهان در نهایت تفاهم و مسالمت زیستند، زهی تأسف برای مردی که در قرن انفجار اطلاعات آگاه به این حقایق نیست. تری جونز باید بداند من آشوری مسیحی، نماینده منتخب بیش از 25,000 آشوری ایرانی در تحقق خواستای آنان در جوامع اسلامی که با تفاهم و مسالمت زندگی می کنند، کوشیدم
و نظام نیز در جهت حفظ و حراست کلیساهای آشوری که قدمت برخی از آنان به قرن یکم میلادی میرسد، بودجه های کلانی را صرف و هزینه نموده است. او نمیداند در جماعت 70 میلیونی مسلمان چند صد هزار مسیحی کلیمی زردشتی به عنوان اقلیت دینی نمایندگانی در پارلمان اسلامی دارند. آیا میلیون ها مسلمان در اروپا، کانادا و حتی آمریکا از چنین حقی برخوردارند؟ این حرکت ناجوان مردانه به راستی چه قبیح ترین اقدام علیه میلیون ها تن دین باوران و خداپرستان است که سخت محکوم به فناست. او نمیداند که ماجرای نابودی برج‌های دوقلو حرکتی مشکوک است که توسط کسانی مشکوکتر طراحی شده است. کدامین سند گویای این حقیقت است که تخریب برج‌های دوقلو را جامعه اسلامی خواستار بوده است؟ مصرانه و عاجزانه از تمامی جوامع بیدار بشری خواستارم تا این برگشت به عصر جاهلیت و بربریت را محکوم کنند و اجازه ندهند این حرکت نابوارانه عصر جاهلان و کینه‌توزی زنده شود. اقدامی که می تواند خشم میلیون ها دین باور و خداپرست را سبب شود باید که در نطفه خفه شود. ما به عنوان آزادگانی که باورمان این است که هر جماعتی با هر اندیشه‌ای می تواند در کنار مردمانی با اندیشه ها و باورهای دیگر زندگی با تفاهم و مسالمت داشته باشند. کلیه حرکات نجات پرستانه موجود در دنیا، علل خصوص در کشور عراق، که اقدام به کشتار روحانیون، انفجار کلیساها و معابد و مساجد و غیره می نمایند و همچنین این حرکت شنیع و صبحانه را محکوم می کنیم. دعوت تری جونز به قرآن سوزی علاوه بر اون چه گفته شد یک حرکت ضد حقوق بشری است که به جای برقرار کردن صلح و صفا در میان انسان‌ها که مقتضای تعالیم مسیح علیه السلام نیست هست کینه ها را برم می انجیزد. تفرقه و درگیری و جنگ را برمی افروزد. همه مدعیان حقوق بشر و تمامی رهبران راستین ادیان توحیدی باید با دایه این اندیشه مبارزه برخیزند و آن را به شدت محکوم کنند. با تشکر. احسنت. اجازه بدید بنده از سوی آحاد ملت ایران، پیروان ادیان توحیدی و همکاران ارجمندم در مجلس شورای اسلامی، از بیانات ارزشمند و مبتنی بر مبانی علمی و برآمده از اعتقاد و ترسیم کننده وحدت امت اسلام و ملت عزیز ایران، پیروان ادیان آسمانی در جمهوری اسلامی، از جناب آقای بتکلیا نماینده محترم آشوریان عزیز، هموطنان آشوری عزیز تشکر داشته باشم و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم خواهش دارم در بهترین زمان ممکن این سخنرانی رو به طور کامل پخش کنم.